در چهارشنبه سوم تیر ماه برابر با 24 ماه ژوئن 2015 نگاهی داریم به زیر و بم لغو کنسرت های موسیقی در دولت روحانی. می خواهیم کسی نتواند کنسرت ها را لغو کند. این سخنان وزیر ارشاد دولت حسن روحانی است. رئیس جمهوری که در کارزار انتخاباتیش از صدای استاد شجریان مایه گذاشت و شاید در همین میدان موسیقی گوی سبقت را از رقبای اصولگرای خود در جذب آرای مردم رو بود، ولی این روزها رنجور از عملکرد نیروی انتظامی تحت امرش که به گفته او به جای اجرای قانون به اجتهاد شخصی مشغول است، سعی میکند از اقتدار دولت و به گفته او تضییع حقوق مردم محافظت و جلوگیری کند و البته چاره‌ای هم برای نگرانی های فرهنگی رهبر در این روزهای سدبشتساز هسته‌ای پیدا کند. حالا حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس جمهوری ایران، در انتقاد از لغو گسترده کنسرت های موسیقی دارای مجوز ابراز امیدواری کرده که نیروی انتظامی وضعیت جدید کشور را درک کند و حافظ حرمت مجوز کنسرت های موسیقی باشد. ولی سخنان اخیر علی جنتی وزیر ارشاد که گفته معنا ندارد مقام قضایی جلوی اجرای موسیقی مجوزدار را بگیرد، به نظر می رسد نیروی انتظامی تنها مرجع تصمیم گیرنده برای لغو کنسرت ها نیست و نیروهای خودسر وابسته به سپاه و بسیج و مسئولان محلی هم دستی بر آتش لغو کنسرت ها دارند. اخیراً برخی از روحانیون ایران مخالفت خود را با برگزاری کنسرت های موسیقی اعلام کردند و گفته می شود بعد از جلسه‌ای که آیت الله خامنه ای با اعضای مجلس خبرگان داشته و از نگرانی های فرهنگی خود گفته، آیت الله محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان را بر آن داشته تا از علی جنتی بخواهد که به معاونت هنری تحت امر خود تذکر دهد موسیقی حرام است. احمد علم الهدا عضو دیگر مجلس خبرگان و امام جمعه مشهد نیز در پی این سخنان گفته که برگزاری کنسرت در شهر مشهد که از آن امام رضاست مطرب بازی است. در چنین شرایطی علی جنتی با تکرار سخنان معاون فرهنگی قوه قضاییه تاکید میکند که در این فضای اختلاف نظر علما درباره موسیقی ملاک سخنان و فتاوی رهبر جمهوری اسلامی ایران است. پرسش اینجاست آیا حسن روحانی خواهد توانست زیر سایه قانون اندکی از بار اسلامیت نظام را که به گفته خانم ملاوردی معاون او بر شانه زنان سنگینی میکند، این سنگینی را از قامت ساز و صدای موسیقی هم بردارد؟ آیا حسن روحانی خواهد توانست مردمی را که برای او پای صندوق رأی آمدند با موسیقی پای صندوق نگاه دارد؟ این موضوعات امشب با کارشناسان میهمان افق مطرح خواهیم کرد. ولی به عنوان سخنگوی خانه موسیقی هم به لغو دیگر کنسرت ها از جمله لغو کنسرت آقای شهرداد روحانی اعتراض میکنم. حسین علیزاده در اعتراض به لغو کنسرت هایش به دلیل استفاده از نوازندگان زن در گروهش گفت می توان در بیابان های ایران هم کنسرت اجرا کرد. بیانیه خانه موسیقی: هجوم به برنامه‌ها و کنسرت‌های مختلف با توسل به دروغ و شانتاژ، ایستادگی در مقابل مجوزهای رسمی وزارت ارشاد، برهم زدن کنسرت‌ها حتی در حضور مسئولان و مأموران نیروهای انتظامی، اهانت به نوازندگان و خوانندگان و زنان هنرمند، دو نخنمای گروهی از سیاسیون ناشی و بازنده انتخابات است. محمد رضا شجریان در اعتراض به ممنوعیت اجرای کنسرت به طنز گفت که چندین ساله به خاطر اینکه من آنچه را که باید بخونم خوندم و بعد از این هرچه با هم بخونم زیاده گویی و زیاده خانی است و آبروریزی میشه، اینه که من اجازه ندارم که چندین ساله در مملکت خودم برای مردمان خودم بخونم. روز همگی بخیر. کیهان کلهر در اعتراض به لغو کنسرتش در تهران گفت تا زمانی که فرهنگ و هنر ایران گروگان زورگیری و زورآزمایی جناح‌های سیاسی است و ختمش مشخصی برای این گونه فعالیت‌ها تعریف و اجرا نشده، بنده از انجام هر گونه فعالیت در ایران خودداری خواهم کرد. پرواز همای در اعتراض به لغو کنسرتش: اگر من در گذشته اشتباهی داشته ام، پذیرفته ام و آماده ام که جبران کنم. صبور باشید، امروز و آینده ام را ببینید و سپس تصمیم بگیرید.
نمیدانم این همه اصرار برای تخریب من از کجا سرچشمه میگیره. حسن روحانی در اعتراض به لغو کنسرت ها در ایران اعتراض کرد. همینجا اگر قطعه موسیقی نواخته میشه و شما شاد میشید اشکال داره؟ ما مگر با شادی مردم مخالفیم؟ ما مگر با نشاط مردم مخالفیم؟ بیننده برنامه زنده افق از صدای آمریکا هستید. میهمان های امشب افق خانم مژگان شجریان، خواننده و نوازنده ستار مقیم کالیفرنیا، و آقای سعید شنبه‌زاده، نوازنده و آهنگساز مقیم پاریس با ما هستند. ممنونم که دعوت افق رو پذیرفتید. در ابتدا پرسشم رو با خانم شجریان مطرح میکنم. خانم شجریان، در رابطه با موضوع محدودیتی که برای بانوان به وجود آمده در عرصه موسیقی، شما سالها در کنار پدرتون استاد شجریان به فعالیت‌های هنری در داخل و خارج ایران مشغول بودید. در ابتدا از شما در مورد ملاحظات و محدودیت‌هایی که در مورد فعالیت زنان در داخل ایران وجود داشت بپرسیم، و به نظر شما این محدودیت‌ها با گذشت زمان آیا بدتر شده و یا بهتر به نسبت مقایسه با دولت‌های قبل از آقای روحانی؟ با درود بر شما جناب پیام یزدانی و شنوندگان خوب صدای آمریکا، حقیقتاً ما همیشه در ایران مشکل داشتیم همه خانوم‌ها برای اینکه بخوان در عرصه هنر فعالیت بکنن، خصوصاً در عرصه خوانندگی، و متاسفانه این روند داره مثل که هر روز بدتر میشه و گویا نمیخوان کنار بیان با هنر خانوم‌هایی که فعالیت میکنن در زمینه آواز، و متاسفانه خیلی دوست دارن که گویا این فعالیت ها به صورت زیرزمینی انجام بگیره، و چه بهتر که اینها اجازه بدن که واقعا صدای بانوان به گوش همه ایرانیان برسه و با ذات هنر انقدر مخالفت نکنن. من همونطور که قبلا هم خدمت عزیزان همیشه عرض کردم، ذات هنر ذات زیباییه، و ذات زیبایی در حقیقت ذات خداست، و اگر با موسیقی و هنر مخالفت میکنن، به نظر من با ذات زیبایی دارن مخالفت میکنن و منکر ذات زیبایی خدا هم به هر حال خواهند شد اگر که اینقدر با زیبایی مخالفن. و آقای شنبه‌زاده، صحبت از زیبایی شد، تجربه شخصی شما و گروه موسیقی شنبه‌زاده رو بدونیم. در رابطه با فعالیت‌های موسیقی و کنسرت‌هایی که در ایران داشتید، چه ملاحظاتی باعث شد که اجراهای موسیقی گروه شنبه‌زاده ادامه پیدا نکنه و به قولی مبانعت‌ها از سوی چه نهادهایی اعمال می‌شد؟ خدمت عرض کنم که ما مشکلی که داخل ایران برامون پیش اومد از زمانی شروع شد که با یک کمپانی فرانسوی در فرانسه اجرا کردن و فیلم او اجرا از طریق شبکه مترو و آرت پخش شد، و یه عده از افرادی که در بوشهر بودن که اینا اصلا حزب‌اللهی هم نبودن، بسیجی هم نبودن، اتفاقا موزیسین بودن، که این فیلم رو برداشتن بردن دادن بسیجی‌ها رو تحریک کردن و گفتن نگاه کن اینا دارن ضد اسلام و ضد دین دارن کار انجام میدن که اصلا یک موضوع ساخته. این مسئله موسیقی و کنسرت و فعالیت در موسیقی در ایران چندین مانع داره. یعنی یک بخشیش خود موزیسین‌ها هستن، یه بخشش دولت هست، یه بخشش ساختار اصلا دولت و حکومت ایران هست. حالا شما در مورد آنسامبل شنبه‌زاده صحبت کردم، من به صورت خیلی گسترده تر صحبت میکنم و جزئی صحبت نمیکنم در مورد خودم، در مورد تجربه کلی میگم. نکنین سازمانها و نهادهایی که در ایران قدرت کامل دارن تعدادشون مشخصه، یعنی سازمانها و نهادهایی که در حکومت ایران میتونن از حق نفس کشیدن
یعنی به شما بگن آقا شما دیگه حق نفس کشیدن ندارید. وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، یعنی نهاد رهبری و این نهاد رهبری و اون نهاده که زیر مجموعش، اینا میتونن اجازه دارن که بگن شما اصلا حق نفس کشیدن هم ندارید. یعنی در تمام امور زندگی شما میتونن دخالت بکنن. وزارت ارشاد تنها وزارت خونه و که اصلا این وزارت خونه لزومی نداره در ساختار حکومت جمهوری اسلامی، یه چیز نمایشیه. وزارت ارشاد بدون ائمه جمعه، بدون نظر بسیج، بدون نظر اطلاعات و سپاه، اون مصوباتی که صادر میکنه اصلا اعتبار نداره. یعنی یک آیین نامه ای رو میده، یک مصوبه ای رو صادر میکنه، یک مجوزی رو صادر میکنه، همون ممکنه در تهران اجرا بشه، در شیراز بره اصلا اجازه ندن اجرا بشه. یعنی کافیه فقط امام جمعه شیراز بگه نه. ولی همچین موضوعی در مثال امور گمرکی پیش نمیاد. یعنی اگر یک تعریف گمرکی مشخص بشه، امام جمعه نمیاد بگه آقای تعریف بعد داخلش دستکاری بشه. تنها وزارت خونه ای که چند تا نهاد مختلف با یعنی شما صحبت کردن خودسر، گفتید خودسر نیستن اینا. اینا نهادهای قانونی حکومت ایران هستن. بسیج نهاد خودسر نیست. اطلاعات وزارت اطلاعات نیروهای خودسری که گفتیم احتمالاً وابسته هستن به بسیج و سپاه. حالا اصلا ما نهاد خودسر در حکومت ایران نداریم. اینا نهادهای رسمی هستن. نهاد خودسر وزارت ارشاده. ارشادی که یک نقش نمایشی داره، او خودسره. مرکز موسیقی ارشاد یک نهاد خودسره. چون که یه حرفی میزنه که میدونه که این عملی نیست و به خاطر یک حالت نمایشی داشته باشه. خودسر حسن روحانیه، رئیس جمهور یک نهاد خودسره، خود ریاست جمهوری یک مجموعه خودسریه. چون میفهمه که اون جایی که میخواد برای بقای حکومت از اسم شجریان استفاده بکنه، استفاده میکنه و میدونه که داره به ملت میخنده، میدونه که داره بازی میده. او با حقیقت خیلی بهتر از من و شما و مردم آشنا هست و بازی میره. میره یه سخنرانی اونجا میکنه که آقا اینو چرا نمیدونم ممنوع کردین، و اونا میدونن مسئله کجا. اونا میدونن که آقا با یک فتوا اگر آیت الله مکارم شیرازی حرفی بزنه، خب دیگه اصلا دیگه مصوبه وزارت ارشاد و اینا اصلا معنا نمیده. چندین و چند هزار بار ساله در تاریخ جمهوری اسلامی اتفاق پیش اومده که کتابی مجوز پیدا کرده رفته تو بازار، دو هفته بعد رفتن همش جمع کردن. خب این نهاد خود کاملا پیداست که آقای روحانی و معاونین و وزیر ارشاد ایشون به هر حال مشکل دارن در اجرای قانون و اینکه به هر حال کنسرت های مجوزدار لغو میشن توسط برخی از این نهادها. حالا آقای شاملو وجود نداره که نهاد نکن، یک سری مسائل فرمالیته نمایشی دارن به خاطر مناسبات بین المللی که در دنیا دارن با کشور دیگه. در داخل همه چی مشخصه. یعنی تمام موزیسینه که در ایران زندگی میکنن میدونن که خط قرمز کجاست، تا کجا میتونن حرکت بکنن و چی رو بگن و چی. و این مسئله مجوز کنسرت ها و لغو کنسرت ها یک بازیه. من یه مثال براتون بزنم. شما از بوشهر گفتی از سابه بشه نکنه. من حدود 3 سال پیش رفتم به وومکس اینجا ورد میوزیک اکسپوزیشن، نمایشگاه موسیقی، گروه های موسیقی میرن شرکت میکنن و باید پول بدن که در این نمایشگاه شرکت بکنن که مدیرهای برنامه و فستیوال مختلف بیان برنامه اینا رو خریداری بکنن، ببینن و خریداری بکنن. هزینه رفتن به وومکس خیلی سنگینه. یعنی سادس من یه بار شرکت کردم چون که یه منیجر فرانسوی داشتم تونستم برم. از ایران خیلی کمتر تونستن شرکت بکنن. اتفاقا یک گروهی از بوشهر در زمانی که در یونان برگزار شد، در تسالونیکی، یک گروه در زمان دولت آقای احمدی نژاد، یک گروه از بوشهر اومده و در وومکس شرکت کرد و تعداد 6-7 نفر بود. من حساب کردم یه چیزی حدود تقریبا بین 15 تا 16 تا 20 هزار یورو حدوداً، حالا دقیقاً نگم، هزینه اینا میشد، از بلیط هواپیما، اقامتشون، قضاشون. از اینا سوال کردم، گفتن که چطور اینجا اومدین، هزینه تونو کی داده؟
اون آقا که توی او گروه ساز میذاره سرپرسته او رو گفت ما خودمون چیز کرد. من به صورت اتفاقی معاون فرهنگی وزارت ارشاد دولت آقای احمدی نژاد هم اونجا بودن. با ایشون صحبت کردم، تمام هزینه ها رو ما دادیم. همین گروه که در دوره آقای احمدی نژاد حمایت میشه ازش و میاد در وومک شرکت میکنه، در دولت آقای روحانی در بوشهر کنسرت میده، میرن کنسرتش رو به هم میزنن. یه گروه کاملا دولتیه، یه گروهی که با دو حکومت در دوله احمدی نژاد که میگفتن که خیلی اختناق بود و فلان و اینا، از همین گروه حمایت میشه میارنش توی نمایشگاه جهانی موسیقی، در رایزن فرهنگی کشورهای مختلف این گروه اجرا میکنه. گروه های مختلفی که در رایزنی فرهنگی خارج دارن اجرا میکنن دعوت میشن، میخوان اسم ببریم یکی به اجتماع اینا، میان اجرا میکنن، ما داخل ایران هم اجرا میکنن. پیش اومده که داخل ایران بعضی وقتا کنسرتاشون به هم بزنن، یعنی اینا اطلاع دارن که ممکن هست بعضی وقتا کنسرتشون هم به هم بخوره. بس یه بازی بیشتر نیست، حالا یه بازیه که هم دولت اطلاع داره هم اون موزیسینا اطلاع دارن، و بعضی وقتا این مسئله لغو کنسرت و ممنوعیت به نفع خیلی از کسایی میشه که بدون زحمت میخوان معروف بشن و میدونن، خود دولت هم میدونه، خود موزیسین هم میدونن زمانی که در ایران یه کسی کنسرتش به هم بخوره به راحتی بین مردم محبوب میشه، حتی اگر یه گروه دولتی باشه مردم راحت دوستش دارن. رسانه های خارج از کشور تمام کاراش رو پوشش میدن. شما اگر همین وایس آف امریکای شما تولیدات موسیقی که در ایران میشه هیچ وقت تحت پوشش قرار نمیدین، ولی 10,000 برنامه تا حالا ساختین درباره ممنوعیت کنسرت در ایران. چرا؟ چون یه بازی دو طرف است. شما دارین بازی میکنین، حکومت ایران هم داره بازی میکنه و اصل مسئله هنر، اصل مسئله موسیقی داره نابود میشه. هیچ وقت رسانه شما درباره اصل موسیقی، اگه سعید شنبه‌زاده بیاد یک اثر موسیقی تولید بکنه، شما نمیاد گزارش تهیه بکنید. لزوما اینطوری نبود آقای شنبه‌زاده، این نظر کاملا مخالفم با شما و اینکه به هر حال بینندگان ما میتونن قضاوت بکنن که ما در رابطه با موسیقی بسیار اساسی بهش پرداختیم و حتی چند روز پیش ما حاضر ما راجع به بالریان ها هم شما بیشتر اتفاقات و خبرایی که شما پوشش میدید در ارتباط این مسائل حاشیه‌ایه. ما کارمون خبرگزاری هست و خبرهایی که منعکس میشه شما در تقابل سایت خبرگزاری فارس هستید یا لساراتین و اینا. او اصل موسیقی، اصل فرهنگی که نهادش در یک کشور نابود شده، ما نهاد موسیقی نداریم. شما چرا راجع به این موضوع نمی صحبت کنید؟ شما بسازه همین برنامه که ما همین الان ما دعوتی که از شما کردیم در رابطه با احوال موسیقی ایران به همین دلیل هست که شما الان اشاره‌ای که دارید میکنید و فکر میکنم یک کمی دور از انصاف هست. اما به هر حال به موضوع ارشاد اشاره کردید. مدیر دفتر موسیقی ارشاد آقای ارجمند گفتن که در سال 94 قرار دفترچه آیین نامه و شیوه نامه دفتر موسیقی وزارت ارشاد منتشر بشه و مراجع کنندگان باید کارهای اداری رو منطبق با این آیین نامه انجام بدن. شما برای دریافت مجوز در ایران چه بایدها و نبایدهایی داشتید و باید به چه نهادهایی اساسا مراجعه می‌کردید برای دریافت مجوز؟ صدای منو دارین؟ بله میشنوم. الو؟ من صداتون رو دارم آقای شما. خدمتتون عرض کنم که ما زمانی که داخل ایران ما زندگی میکردم، یعنی حدود 15 سال پیش، من الان 15 سال فرانسه زندگی میکردم. از شروع داستانی که داشتیم خیلی فراز و نشیبای مختلفی بود. اول که اون زمان اصلا مرکز موسیقی بود، وقتی زمانی که ما موسیقی کار میکردم یه مرکزی بود به نام مرکز سرود و آهنگهای انقلابی. در اون زمان حتی اگر کسی میخواست خارج هم مسافرت کنه باید میرفتی اونجا برای خارج کردن سازتن باید سازتن پلم میکردن، یعنی خیلی مسائل از این سخت‌تر بود، خیلی موضوعات از این پیچیده‌تر بود، حمایت آنچنانی نبود، از اینکه اصلا چیزی به نام کنسرت وجود نداشت. یعنی شما که همین الان هم در ایران دو نوع اجرای موسیقی دارید، یکی اجرای موسیقی هست که اسمش کنسرت نیست ولی در حقیقت موسیقی داره اجرا میشه که به اونها اصطلاحاً میگن کنسرت‌های مناسبتی. خب این کنسرت‌های مناسبتی نیمه شعبان، نمیدونم ختنه سرونی مثلا یک آیت اللهی، نمیدونم جشن تولد پسر، نمیدونم یک امامی، نمیدونم از اینا،
اینا هیچ گونه مشکلی دولت باهاش نداره و خیلی از موزیسینایی که بارها ممکنه کنسرتشون کنسل شده باشه یک بخشی از زندگیشون هم اتفاقا از یک کنسرت مناسبتی دارن میگذرونن، مثلا آقای سالار عقیلی چند وقت پیش رفتن در مشهد در یک جایی مثل کنسرت داشتن، گفتن خانمتون باید از صحنه بیاد پایین و ساز نمیتونه بزنه و چیز بکنه. همین آقای سالار عقیلی در مثلا مراسم سالگرد خمینی مثلا میخونه یا مثلا در اجرایی که در رایزنی فرهنگی در خارج اجرا میکنه و بخشی از زندگیشون رو اینطوری تامین میکنن خیلی از موزیسینا. یا مثلا همین گروهی که در بوشهر چند وقت پیش گفتن که مثلا کنسرت نمیده، خب یک هفته قبلش برای روز کشتیرانی اونجا برنامه اجرا کرده بودن، ولی داخل ذهن خودش دولت یک کاری یه بازی داره ورده که بگه کنسرت متفاوته. یعنی اون چیزی که موسیقی برای موسیقی باشه دولت باش مشکل داره، اون چیزی که در خدمت سرویس، در خدمت حکومت باشه، در خدمت رژیم باشه، حالا شما اشاره میکنید دولت روحانی فکر میکنید که مشکل داره؟ چون اشاره کردید که در دولت احمدی نژاد یه سری به هر حال آزادی هایی بود و به باور خودتون کسانی تونستن به صورت آزادانه کنسرت اجرا کنن. خواهش میکنم حرف من رو ترجمه نکنید. نه در دوره آقای احمدی نژاد آزادی وجود داشته، نه در دوره آقای روحانی. من میگم تکلیف حکومت مشخصه، هنرمندا و مردم اگر که منظور و حرف حکومت رو نگرفتن در اشتباه هستن. اگر وایس آف امریکا منظور امریکا رو، شما منظور ایران رو، حکومت ایران، پیام حکومت ایران کاملا روشنه، میگه آقا هر چیزی که در خدمت حکومت باشه حلاله، هر چیزی که در خدمت حکومت نباشه حتی اگر شما قرآن هم بخونی ممنوعه. احمدی نژاد و خاتمی و روحانی و اینا هم که اصلا میدونن که هیچ کارن، کاملا میفهمن که یک وسیله چیزی، اصلا نهاد حکومت ایران مشخصه، مقام معظم رهبری، وزارت اطلاعات، سپاه، امامای جمعه، بسیج، بقیه هم اینا پادو نهادها هستن. این داستان مشخصه، من نمیدونم دیگه بحثش چیه. او چیزی که آقا امام جمعه، آقای خامنه ای خیلی راحت اصلا بسر روحانی و احمدی نژاد نیست فتوایی بدن که موسیقی حرام است به سادگی، و الان به هر حال در فتاوی که از ایشون موجود هست به این نتیجه نرسیدند دیگر. بله. مراجع تقلید که به هر حال بخوان حکم بدن مشخصا به حرام بودن موسیقی، پس این نمیتونه به هر حال نظر شما به این ترتیب اصلا میدونن موسیقی چی هست؟ نه شما نگاهش یه مسئله است. آیا مراجع تقلید میفهمن موسیقی چی هست؟ به هر حال 35 سالی که موسیقی بعد از انقلاب اسلامی همچنان داره نواخته میشه در اون حالا درسته که پیشخوانهای شما تاریخ رو، شما تاریخ شیعه رو ببین. نکن آخوندای شیعه زمانی که با چیز آشنایی نداشته باشن هراس دارن و میگن حرومه، مسئلهشون با موسیقی همینه، چون اصلا نمیدونن موسیقی یعنی چی. بعضی که نمیدونن موسیقی یعنی چی، خامنه ای هم نمیفهم موسیقی یعنی چی که فتوا بده یا نده. مسئله اینا علاقه مردم هست. مردم اگر فردا مردم ایران به گلف هم علاقه نشون بدن ورزش گلف میشه حروم، چون اینا میگن آقا چیزی میزان علاقه شما، میزان علاقه شما رو ما باید تعیین بکنیم، ما باید بگیم چه چیزی برای شما خوبه چه چیزی برای شما بد هست. مسئله اینه، مسئله موسیقی نیست، مسئله نمیدونم ورزش فوتبال نیست، مسئله نمیدونم شطرنج نیست. مگه شطرنج حروم نبود؟ چطوری حلال شد؟ میشه چیزی حروم حروم؟ خانم شجریان، در برخی از اجراهای موسیقی خارج از ایران در کنار پدرتون خوانندگی رو به صورت تکسیدایی تجربه کردید و چه بسا مورد پرسش و بازجویی نیروهای امنیتی مواجه شدید در برگشت به ایران. توضیحات شما رو بشنویم، از این پرسش ها بگید و اینکه در چه دوره‌ای بازجویی شدید. کلا من از سال 88 فعالیتامو آغاز کردم با کنسرت در کنار پدر، منتها در ایران من نمیتونستم، اجازه نداشتم که بخونم به تنهایی و در نتیجه به صورت فقط به عنوان یک نوازنده در گروه شهناز فعالیت داشتم. ولی از سال 2010 دیگه در کنار پدر در کنسرت های خارج از کشور به فعالیت های در حقیقت خوندن هم پرداختم.
و براشون خیلی سنگین بود این مسئله که در حقیقت یک خانوم بخواد به تنهایی. البته من آواز نخوندم تو این کنسرت ها، ولی به هر حال جملاتی بود که به تنهایی میخوندم و حتی از من خواستن که و من مورد بازجویی قرار دادن که شما اجازه نداشتی که برخلاف موازین حکومت اسلامی عمل بکنی و بخونی و کار اشتباهی کردی. و من تنها چیزی که ازشون خواستم گفتم که من در ایران این کارو نکردم و به قوانین شما من کاری ندارم، من به هر حال در خارج از کشور فعالیت کردم و نمیتونم این میراثی که به من رسید از طرف خانوادم رو بذارم زیر پا به خاطر در حقیقت قوانینی که شما وضع کردی. این قوانین در اسلام وجود نداره و هیچگاه در هیچ جای کتاب آسمانی ما نیامده که خواندن و یا موسیقی حرام است و اینها چیزایی است که اینها برسن به خاطر مصلحت نظامشون گذاشتن و متاسفانه دامنگیر موسیقی ما شده و سعی میکنن که هر جوری شده جلوشو بگیرن و از اینکه یه نفر محبوب بشه، همونطور که جناب شنبه‌زاده گفتن خیلی میترسن میهراسن از اینکه کسی محبوب بشه و محبوبیتش باعث بشه که ذهن مردم از خیلی از مسائل پرت بشه به سوی اون طرف. در نتیجه سعی میکنم به عناوین مختلف جلوی فعالیت‌های هنرمندای بزرگمون رو بگیرن و این خیلی باعث تأسفه. و ما خب کنسرت‌های زیادی در ایران داشتیم که در شهرستان‌ها در حقیقت وقتی می‌خواستیم این رو بکنیم دوچار مشکل می‌شدیم. چرا؟ چون که امام جمعه اون شهرستان فتوا می‌داد که اینها دارن کار برخلاف موازین اسلامی انجام ده، حتی شبنامه منتشر کردن که خانوم ها روسری هاشون رو در آوردن در هوا چرخوندن موقعی که مثلا آقای شجریان میخوندن، در حالی که اصلا موسیقی ما از این خانواده موسیقی نیست. و متاسفانه ذهن مردم رو با عناوین مختلف پرت میکنن به سوی موسیقی های موسیقی که در حقیقت مردم رو به هیجان های میاره. و چرا چه اشکال داره؟ موسیقی در حقیقت با نهاد هر انسانی آمیخته است و شما نمیتونید اون رو ازش بگیرید و این رو متوجه نمیشن و سعی میکنن برنامه مختلف جلوش رو بگیرن. و نیروی انتظامی در حقیقت که سیاستگزار موسیقی مملکت ماست متاسفانه و هیچ کس دیگه نمیتونه جلوش واسه، چطور اینها تونستن مردم رو که حقشون رو میخواستن اینجوری سرکوب بکنن ولی این گروه های متعصب رو جلوشون رو نمیتونن بگیرن؟ پس همشون با هم دیگه هم. و به عنوان به نظر من یک بازی سیاسی رو انداختن و بازی پلیس خوب و بد رو در میارن، یکی خوب یکی بده و یکی خوبه و سعی میکنن اینجوری مردم رو مثل یه تئاتر بچرخونن ذهنشون رو و واقعا بازیشون بدن. به نظر من هیچ دلشون برای موسیقی ما نسوخته و تا جایی که بتونن جلوش رو میگیرن و روز به روز هم به نظر من آینده موسیقی در ایران بدتر و بدتر میشه و من هیچ امیدی به خوب شدنش ندارم. ولی خوشحالم از اینکه مردم سعی میکنن موسیقی رو در زندگیشون زنده نگه دارن و تا هر و به هنرمنداشون واقعا ارج میدن و قدرشون رو میدونن. حالا به شهرستانه اشاره کردی خانم شجریان، در موضوع لغو کنسرت های دارای مجوز در شهرهای کوچک و بزرگ ایران به حال ادامه داره و خبردار شدیم که لغو کنسرت ها به حال محدود به شهرهای بوشهر، شیراز، کرمانشاه، نشابور، ارومیه نیست و کنسرت برادرشون با آقای همایون شجریان در تهران که گویا قرار بوده در تالار وزارت کشور برگزار بشه لغو شده. آیا دلیل مشخصی برای لغو این کنسرت عنوان شده یا نه؟ من اطلاعی متاسفانه ندارم، ولی به هر حال اینها دلیل نمیخوان، اینها زور میگن. یعنی همیشه به هر حال تو آسینشون یک دلیل خیلی غیر منطقی همیشه هست و متاسفانه میگم اینها با کل اینکه بخواد یک نفر محبوب بشه یا اینکه مردم کلا خوشحال باشن دور هم باشن یا یک کلا یک جمعیتی در یک جای مشخصی با یک هدف در حقیقت بیاد، حتی موسیقی باشه، اینها مخالفن. چطور زنان ما رو نمیذارن حتی توی استادیوم ها برن؟ اینها اصلا با در حقیقت رو با ارج نهادن به زنها مخالفن به نظر من. حالا زنها سعی میکنن که در عرصه علم خیلی پیشرفت بکنن و این خیلی خوبه، ولی در عرصه موسیقی هیچ کدوم نمیتونن فعالیت هایی که باید و شاید رو انجام بدن. متاسفانه پروبالشون بسته است و هر کی که میخواد کار و فعالیت بکنه جلوش رو میگیرن. همچنان که به من گفتن اگه دوباره کار بکنی ما با کسی که با شما همکاری بکنه حتی مجوز کار در ایران نمیدیم، یعنی
ده تا این حد منو تهدید کردن و گفتن و ما امنیت شما رو نمیتونیم به هیچ عنوان تامین بکنیم، چون گروهایی هستن که مخالف موسیقی هستن و مخالف خوندن زنانن و اگه شما بخونید ممکنه خیلی مشکلات برای شما پیش بیاد. و همه اینها در حقیقت تا جایی که بتونن سعی میکنن پروبال خوانندگان رو، پروبال نوازندگان و هنرمندان رو ببندن. و همونطور که جام شمرزاده گفتن با هنرمندایی فقط میتونن کار بکنن که سیاستهای اونها رو پیش بگیرن و اون چیزی که اونها میخوان رو بخونن. این نمیشه هنر برای هنر نیست، این هنر برای من برای سیاست میشه و اصلا معنی نداره در ذات هنر که هنر برای یک پیام برای یک وسیله باشه برای سیاست. بله، البته در خبرها عنوان شده که وزارت ارشاد و وزارت کشور گویا قرار هست جلسه ای داشته باشند برای اینکه بتونن ماده 20 مصوبه هیئت وزیران رو اصلاح بکنند و این چه بسا باعث بشه که دریافت اجازه مخصوص از نیروی انتظامی منتفی بشه. اما آقای شنبه‌زاده، به لغو کنسرت ها در شهرهای بزرگ اشاره شد، شنیده میشه که لغو کنسرت ها در شهرهای کوچک هم با حضور حزب اللهی ها شکل و شیوه خاصی داره و حتی در بوشهر به درگیری نیروهای به قول بسیجی با پلیس انجام میده. حالا شما دوست نداره نیروی خودسر رو ما به کار ببریم، حوزه فعالیت این نیروها رو در شهرهای کوچک به هر حال چگونه میشه تعریف کرد با توجه به اینکه شما با موسیقی جنوب و شهرهای جنوب ایران آشنایی کامل دارید؟ این شهرها به نسبت شهرهای بزرگ فضای بدتری دارن یا نه؟ علا خدمتتون عرض میکنم. اول که در مورد خودسر بگم، نگاه کن، خودسر تمام حکومت ایران از دیدگاه شخصی من خودسره. این رو یعنی شما اون اصطلاحی که شده، چیزی که مستله شده، چون برای بینندگان بسیار باید مهم باشه که موضع منو بدونن، حکومت ایران کلش خودسره، یعنی یا مجموعهش خودسره یا نمیتونیم جدا بکنیم. این از بحث خودسر. یک بحث دیگه در شهرستان ها، در شهرستان ایران خودسر در جایی کاربرد داره که قانونی حکمفرما نباشه، قانون اساسی وجود داره برای اون مملکت و قانون حکمفرما نیست دیگه، قانون حکمفرما قانون نسبت به وجودش ازام قانونی که داخل خیابون، قانونی که توی خیابون به عنوان امر به معروف از نهی از منکر میتونن چیشتو بیان در بیارن، کجای قانون ذکر شده؟ و یه چیز قانونیه امر به معروف و نهی از منکر و نهادهای امر به معروفی و نهی از منکر یک نهاد قانونیه، خودسر نیست، جزء قانون جمهوری اسلامیه و میتونه تو خیابون بیاد چشتو از کاسه در بیاره. ما داریم راجع به موضوعی بحث می‌کنیم که مشخصه دیگه، پس خودسر نیستن، اینا جزء جمهوری اسلامی هستند، نیروهای حکومتن. و نیروهای سناریوی خیلی بدتری هم میتونه، خودتون هم بهتر میدونید، میتونه وجود داشته باشه. سناریوی بسیار بدتری میتونه وجود داشته باشه. راجع به مسئله سناریوی بدترش اینه که خب این حکومت‌های مذهبی شیوهشون به این صورت هست که تست میکنن مردم رو، تا اونجایی میرن جلو که ببینن که مشکلی یعنی یواش یواش میان جلو و سیستم میشه مثلا خب سیستم طالبان، سیستم داعش، سیستمی که توی عربستان و سعودی است. و بذارین راجب سوالی که کریم به جواب بدم که راجب توی شهرستان ها، نکن شهرستان ایران، استان ایران به صورت نکن یک سیستم مافیایی، یک به قول سر حرمی داره که مقام رهبریه و بعد یه افرادی هستن که پیرو مقام رهبری هستن و گروهای کوچیک‌تر مافیایی هستن که تابع اون چیز هستن. اونا یک سری اختیاراتی در اون محدوده دارن، یعنی اگر شما در بوشهر بخوای بری کنسرت بدی مشخص هست که باید یعنی کل موزیسینه که توی بوشهر کار میکنن میدونن که مجوز رو از وزارت از اداره ارشاد نباید بگیرن، باید برن در محله، مسجدی هست در محله آشوری اسمش یادم رفته، همه میشناسن، یا یه مسجدی بود به نام مسجد توی تو سنگی، بعد اینا محلشون عوض شد، پادقشون عوض شد، بعد برن تو اون مسجد تمام مجوزا از نمیدونم گمرک گرفته، از نمیدونم خونه سازی گرفته، از موسیقی گرفته، از اونجاست که تمام دستورات صادر میشه و اونا اوکی بدن همه چی اوکی. همه میدونن در شهرستانا در استانه مختلف میدونن که چه کسایی، خیلی اتفاقا راحت تر هست که چه کسایی مسئول اصلی و گرداننده اصلی شهر و استان هستن و نه استاندار نه فرماندار، اینا همه نمایشیه، نه مدیر کل ارشاد، اصلا این داستانا نیست. و اگر توی اون مجموعه اونا اوکی دادن
که اوکی دادن که امام جمعه هم بر صورت یه نقش بسیار مهمی داره و اینا نیروهایی هستن که تحت امر امام جمعه هستن، نیروهای اطلاعات هستن و نیروهای بسیج و سپاه هستن. در رابطه با یک صحبتی خانم شجریان کردن که از نظر اسلام موسیقی حرام نیست، اتفاقا از نظر اسلام تکلیفش اسلام مشخصه که موسیقی ما نمیخوایم. شما در هیچ کشور اسلامی هیچ کدوم از سنی ها نه شیعه ها آقا رسما اعلام کردن که ما موسیقی نمیخوایم و این موزیسین ها هستن که دارن خودشون رو میچسبونن میخوان بگن ما مسلمونیم. مسلمونا آقا عربستان و سعودی تکلیفش مشخصه، نه سالن کنسرت هست نه موسیقی هست نه چیزی، آقا مسلمونن دیگه. داعش مسلمونه، عربی وجود داره، طالبان مسلمونه، موسیقی عربی موسیقی اسلامی ما نداریم. این موزیسینان که دنبال خودشون رو میخوان بچسبونن بگن ما مسلمونیم، ما هم مسلمونیم. مسلمونا آقا دانشگاه الازهر، نمیدونم حوزه علمیه قم، حوزه علمیه نمیدونم یزد فلان، اینا داستانشون رو مشخص کردن، پیامشون رو دادن که آقا موسیقی ما نمیخوایم، ما موسیقی نمیخوایم، تکلیف مشخصه. حالا ما میخوایم به زور بگیم که ما موزیسین مسلمونی هستیم، ما مثل آقای مثلا چیز همین خواننده چی میخونه، آقای پرواز، آقای همای که منم فرزند انقلابم، تازه یادت اومده فرزند انقلاب بعد 35 سال، تازه اون موقع که میگه خارج از کشور کنسرت میدی و بازی میدی مردم رو به عنوان اپوزیسیون، به عنوان یک شخصیت سیاسی ضد نظام خودت رو معرفی میکنی و مردم کف و دست میزنن، اون موقع فرزند انقلابی، چون دلار و یورو داخل جیبت میره، مشخصه. اینجا نگاه کن، یک حالا دخل کاسبی توی ایرانه، خارج کنسرت کساده، کنسرتی نیست، پول در نمیاد، میشه فرزند انقلاب. نگو مشکل خود ما ایم، مشکل خود ما موزیسیناییم. هر جا دخلمون باشه بگم میگه ما میشه مسلمان، میشه فرزند انقلاب. یه میلیون یورو داخل جیب ما بریزن میشیم فرزند انقلاب، موسیقی انقلابی هم میزنیم. این سروده انقلابی رو میخوام، اینا کی تولید کرده؟ آخونده سروده انقلابی رو میساختن در یکی از خورده سال داخل رادیو فلان اینا. بله، یکی از نزدیکان ایشون به من اطلاع دادن که گویا موضوع لغو کنسرت برای ایشون حل شده و بعد از ماه رمضان ایشون قراره که کنسرت خودشون رو داشته باشن. بله خب بله، گفته من فرزند انقلابم دیگه، گفته فرزند انقلابم. اگه نگه فرزند انقلاب، اگه میگفت آقا من رو موزه چیزام هستم و کنسرتی که دارم، گفته آقا اشتباه کردم، گفته بنده مثل هرم نمیدونم با چیز بود اومد بخشیدنش، ما هم آقا میگه چیزم رو بعد ببخش، من فرزند انقلابیم، همین الان ما فردا نیهمون هم بگیرم برم دم سفارت جمهوری اسلامی بزنم. مثلا من یادم میاد نیهمونه بعد از انقلاب نزدیک 12 سال ممنوع بود، بعد این نیهمون زنا به خاطری که بهشون مجوز بدن یه آهنگی داره ورده بودن، میگفتن خمینی پیروز شادلش میسوزه، همین الان من نیهمون هم بگیرم برم تو سفارت ایران بزنم، رو سر میذارن کنسرت میدن، اصلا تو استادیوم آزادی هم کنسرت میذارن برام، تو سالن نمیدونم چی چیه وزارت کشور هم میذارن، همه جا هم میذارن. مسئله این نیست، تکلیف مشخصن، در خدمت نظام جمهوری اسلامی باش، پیغامش هم خمینی از اول انقلاب داده، هنری مقدسه که در خدمت مکتب باشد. مکتب هم که داستانش مشخصه، ما بحث سر چی میکنیم؟ بس سرش نهاده نمیدونم میپیشونیم تو هم دیگه. مجوز روحانی آقا خودش مجوز نداره روحانی. حالا اگر با توجه به این صحبتی که وجود داره، اگر اصلاح ماده 20 هیئت وزیران به هر حال صورت بگیره با توسط به هر حال با دیداری که قراره که انجام بشه، آیا و به هر حال مشخصا به قولی اجازه مخصوص نیروی انتظامی رو نخواد به هر حال گرفتن این مجوزها، آیا باز هم شما امیدوار نیستید که به هر حال دولت روحانی بتونه اوضاع رو به نفع موسیقی و طبق خواسته اهالی پرشمار موسیقی و مردمی که موسیقی رو نفس میکشن تغییر بده؟ معلومه که امیدوار نیستم. میدونی مثال صحبت شما مثل چیزی میمونه، مثل یکی ما یک آبی رو میخوایم توی ظرفی بریزیم که این ظرفه اصلا ته نداره، بعد میگه حالا یه ماده‌ای میخواد، یه قانونی میخواد تصویب بشه که اینجا مثلا نه یه ذره از این آب اینجا مثلا، آقا این ظرف تکلیفش مشخصه، حکومت ایران تمام چارچوبش معلومه مشخصه، چه چیزی رو اصلاحیه در رابطه با چه چیزی میخواد بده. اصلاحیه اگر که بخواد بده قانون امر به معروف و نهی از منکر رو برمی داره، نهاد رهبری رو برمی داره،
نمیدونم امام جمعه ها رو نقششون رو برمیداره. امام جمعه میره آقا یه نماز جمعه میخونه دیگه، قدرت سیاسی و قدرت چیز نداره. یعنی نگاه کن اگر که کل سیستم عوض بشه اون موقع امید هست، ولی نمی همچی چیزی شما داریم. این صحبتی که شما دارین میکنین صحبت مثل سوفسطایی ها میمونه. نگاه کنین حکومت ایران یک حکومت سوفسطاییه، میگه حقیقت ما هستیم و بازی میده. این بازیه ماده 20 کدومه؟ ما داریم نه، یه حرف سورئالیستی شما دارید میزنید. ماده 20 قانون اساسی اینجا قانون نمیدونم اصلاحیات، اصلا نیرو انتظامی کاری نیست. یه پاسبان بنده خدایی که مثلا یه بچه کشاورزی بوده، یه بچه مثلا کلاس سوم راهنماییشو سیکلشو گرفته رفته پاسبان شده به خاطر 2000 پول و اینا، این چه کار داره که بخواد بیاد بره مانع کنسرت بشه، مانع چی بشه؟ خب خب به گفته آقای روحانی این اونها گرفتار اجتهاد شخصی هستن. حالا خانم شجریان خب یه مثالی ما بوشهریا داریم، یه مثالی بزنیم، یه مثالی ما بوشهریا داریم که میگه دیوار رو آدم کوتاه قدم ایران به. خب نیرو انتظامی رو باید چی بکنه؟ روحانی اگر میتونه بگه وزارت اطلاعات بره او قاتله قطره زنجیره‌ای رو چیز بکنه، اونایی که میرن راست راست چاقو میزنن تو مردم رو میکشن، اون روحانی بره از اونها چیز بکنه. میاد نیرو انتظامی دو تا کنسرت تو مملکت حرف بزنی میرن سرتو میبرن میندازن داخل خیابون، اصلا آب از آب تکون نمیخوره. روحانی بیاد در مورد این مسائل صحبت بکنه، روحانی بیاد از این صحبت بکنه که یه دختری میره تو استادیوم ورزشی بعد میرن نمیدونم به هزار تا جرم دیگه میبرنش تو اوین تو انفرادی چیز میکنه. روحانی بیاد بره قاتل ستار بهشتی رو بره پیدا بکنه. روحانی در روحانی داره بازی، روحانی اخوندی که داره بازی میده مثل بقیه. حالا ما نمیخوایم چون حالا خارج نشستم یعنی مسئله چیز میزنه زندگیم اینجان رو نمیدونم چیز و اینا، ولی مردم هم مردم داخل ایران هم میفهمن که اینا بازی همش، ولی دیگه چیکار بکنن؟ مردم چاره ندارن. این موزسین ها چاره، یعنی موزسینی که نگاه کن داخل بوشهر داخل جای دیگه زندگیش حرفش این بنده خدا چاره ای نداره. یعنی همون آقای پرواز هم چاره ای نداره، بعد به یه جایی میرسونش که بعد گشنگی بمیره. آقای سالار عقیلی چاره ای نداره، مجبوره بره داخل مرگ خمینی بره بخونه، وگرنه باید یا بره پیتزا فروشی بکنه، بعد بره یه کار دیگه بکنه. یه نفر اینا از دستشون در رفته، یه آقای استاد شجریانن و اینا دیگه اجازه نمیدن کسی مثل شجریان بشه، اون محبوبیت رو پیدا بکنه بین مردم. شجریان هست که میتونه بیاد در هر جای دنیا بره، هر جای چیز بره، جامعه ایرانی هم حمایتش میکنه، سالونش کنسرتش هم پر میشه، ولی همچی شرایطی برای بقیه موزیسینه که تو ایران زندگی میکنن نمیتونه همچی چیزی باشه. برای اونا هم باشه جامعه خارج همین وایس آف امریکای شما تبلیغ بکنه که وایس آف امریکای شما فقط آقا یه سری کارمند داری شما اونجا که خودشون موزیسینن برای خودشون تبلیغ میکنن. اگر شما بیان تبلیغ بکنه برای همون کسایی که تو ایران کار میکنن، اونا هم تو ایران کنسرت نمیدن. اگر یه موزیسینی توان این رو داشته باشه که جای دیگه دنیا همین جامعه ایرانی خارج از کشور، رسانه‌های خارجی، رسانه‌های ایرانی خارج از کشور بیان حمایت بکنن از اون موزیسینا، بگه ما پشتتونیم، اونا اصلا کنسرتی لازم نداره که بخواد بده، مجبور نیست که بخواد بره، بخواد باج بده. هیچ تبعیضی از سوی صدای آمریکا در رابطه با نوع پوشش کنسرت هنرمندان به هیچ عنوان صورت نگرفته. یه برنامه دیگه دعوت بکنه خیلی سیستماتیک صورت میگیره، خیلی سیستماتیک صورت میگیره. بنده با دلیل و مدرک میگم اگه برنامه خاص این موضوع دعوت خود شما بارها به خبرهای مربوط به کنسرتتون در اقصا نقاط جهان اشاره شده و ما به هر حال دنبال کردیم آثار هنری شما رو. من در برنامه پارازیت اومدم، یه برنامه سیاسی بوده، اومدم هم صحبتم کردم. من در برنامه افق اومدم، برنامه افق هم بازی برنامه سیاسی، برنامه هنری نیست. و ما اگر حضور پیدا کردم، من هم اگر اومدم نه به خاطر شخص خودم، همین الان هم که ما اینجا اومدم به خاطر شخص سعید شنبه‌زاده یا چیز نمودم، ما اینجا اومدم از یه موضوعی رو، چون به هر صورت یه رسانه ایه، یه موضوعی رو بگم که اینا بازیه، اینا بازیه. شما وان منشو میارید، خب وان منشو داخل تلویزیونتون میاد تبلیغ شخصش میکنه، بعد تو ونکوور و طرف و طرف، اما موزیسین ایرانی هم بیارید
داخل برنامهاتون برنامه حقوق بهش بدید. بله همیشه بوده. شما که حمایت میکنید بکنید حقوق بد... نه حقوق بگیرش بکنه. نه نه وایس آف امریکا حقوق بگیر بگه بودجه داره دیگه، مثل آقایی که وان من شو اووردی داره تبلیغ میکنه، برنامه میسازه، بعد میره ونکوور دبی ایکس ایگرگ کنسرت میده. موزه سینای هم که شما نگرانشون هستید که دولت ایران، دولت ایران تکلیفش مشخصه، میگه ما موسیقی نمیخوایم. ما که موسیقی میخوایم ما باید بجنبیم. بله همین امروز ما یکی از میهمانانی رو دعوت کرده بودیم از خانه موسیقی ایران و امیدوار بودیم که بتونیم از تهران به هر حال بتونیم تماسی رو با ایشون داشته باشیم که متاسفانه در آخرین لحظات بنده خدا بیاد تو برنامه شما نتونستم. فردا حمله میکنن، فردا حمله میکنن، میگیرن پدر صاحبش در میارن. بله برنامه شما دلیل. پر میشه. آره خب برنامه شما پر میشه، بره مونتو که خطری نداره از ایران بیاد چی بگه، بیاد چه چیزی رو بگه، بره فردا بره میبرش تو اوین. به هر حال آقای شمبزاده با خبرهایی که شما وظیفه ما اطلاع رسانی هست و خبرهایی که به هر حال موجود هست در رابطه با هنرمندان و آثار موسیقی اونها و به هر حال فعالیت‌هاشون، ما موظف به پخش و بازتاب اون خبرها هستیم و تبعیضی هم راجع به هیچ هنرمندی به این ترتیبی که شما میگید قائل نشدیم. خانم شجریان مدیر عامل، من تا حالا ندیدم که من. این نظر شخصی شماست، محترمه برای ما. به موضوع کنسرت در مشهد و محدودیتی که برای آقای سالار عقیلی به قولی به وجود اومد اشاره شد در برنامه. مدیر عامل خانه موسیقی ایران آقای نوربخش گفته که تا امروز چالش با صدای بانوان بود و میگفتن بانوان حق ندارن بخوانن، الان میگن بانوان حق ندارن ساز بزنن. مشخصا اشاره‌ای هست به همسر آقای سالار عقیلی که ایشون نوازنده دف و پیانو هستن. به نظر شما این محدودیت ها تا کجا میتونه ادامه داشته باشه و آیا میشه صدای زنان به عنوان بخشی از پیکر جامعه را از موسیقی حذف کرد یا نه؟ صدای زنها به هر حال چه اینا بخوان چه نخوان به گوش مردم خواهد رسید و در پیکر موسیقی ما باقی خواهد ماند. حالا شاید به طور مستقیم نتونن برن رو صحنه، ولی به هر حال هر جور شده خانم ها سعی میکنن که این فعالیت هاشون رو داشته باشن، حتی این هنر رو به فرزندانشون منتقل بکنن و نظرن از بین بره. و مردم ما باید خیلی در حقیقت پشتیبان هنرمندانشون باشن. از توی جامعه ما متاسفانه موسیقی سرکوب میشه، ولی مردم ما باید سعی بکنن با حمایت از موسیقی، با خرید آثار هنرمندان، به اونها رو در حقیقت اینطوری ساپورت بکنن، اونها رو در حقیقت تایید بکنن تا اونها مجبور نشن که به خاطر یک کنسرت برن و چه میدونم سر پیش خیلی خم بکنن و این در شأن واقعا هنرمندای ما نیست. و به نظر من هنرمند باید جایگاه خودش رو حفظ بکنه و تحت هر شرایطی مجبور به کنسرت دادن نشه، برای هر کسی هنرش رو خرج نکنه. هنر خیلی مقدسه و ارزش رو باید بدونه و واقعا به خاطر سیاست نباید هنرش خرج بشه، بلکه هنر باید برای خود هنر باشه، برای مردمی باشه که اون هنر رو میشناسن و بهش تشنن. و من هیچ گونه خوشباوری به این ندارم که حتی یک سر سوزن این مسئله بهبود پیدا بکنه، چون واقعا تا جایی که تونستن جلوی این فعالیت ها رو گرفتن و میگیرن. ولی به نظر من مردم بایستی هر جور شده اون رو خود در میان خودشون حفظ بکنن و همطور که خدمت رو عرض کردم از هنرمندانشون حمایت بکنن. و حالا میشه به قولی جمع‌بندی کرد و از نظر شما به هر حال چه کسی، چه نهادی مشخصا بتونیم بگیم که پشت پرده لغو کنسرت های موسیقی داره مجوز قرار داره یا نه نمیشه این نتیجه گیری کرد؟ ببینید اصلا به نظر من اینها توی 35 ساله نتونستن به یک جمع‌بندی واحد برسن، یعنی نه اینکه نتونن، نمیخوان برسن. همطور که جناب شمبزاده میفرمایند یک بازی سیاسی و اگر بخوان چرا کاملا میتونن، چطور مثلا این همه مردم به خاطر گرفتن حقشون سرکوب بکنن، میتونن جلوی هر کسی رو بگیرن، جلوی هر گروه های متعصب رو بگیرن، ولی اینها اگر بخوان میتونن جلوشون رو بگیرن، ولی نمیخوان. چون نمیخوان در نتیجه این روند ادامه خواهد داشت و این میندازه گردن این، میندازه گردن این و اینها یک نهاد واحد تصمیم گیرنده ندارن. متاسفانه نیروی انتظامی به نظر من سیاست گذاری این مسئله شده و اون هم باز خودش به قول معروف خودش باز به نظر من از مقام دیگه‌ای
دریافت در حقیقت وظیفه میکنه. رو همین از به نظر من هیچ گونه خوشبینی نیستم به مسئله پیشرفت موسیقی، پیشرفت در حقیقت بهبود موسیقی در ایران. آقای شنبه‌زاده، به این بازی سیاسی رو از شما بپرسیم. به هر حال آیا میشه جمع‌بندی کرد اساساً آیا امید به بهبود و یا اینکه به هر حال اصلاح، و با توجه به اینکه به هر حال موسیقی در اون مملکت داره نواخته میشه، حالا شما چه خوشتون بیاد یا نه، حالا با محدودیت‌های بسیاری که داره، اما به هر حال میتونه سناریوی بدتری وجود داشته باشه. صحبت شما رو بشنویم. خدمتتون عرض کنم، نگاه کنید، اصلاحات و خوشبینی یه چیزی، یک مجموعه، یعنی یک تعریفی داره از دید حکومت ایران. یه تعریف به عنوان مثلا ما که موزیسینم، متخدر با خواب رویاهای خودم و اونا، خواب رویای جمهوری اسلامی این که ناراحتن که الان چرا مثل حکومت داعش نمیتونه راحت آدما رو تو قفس بکنه، بندازه داخل آب خفه بکنه، یا نمیتونه اینا رو بسوزونه. اینا خواب رویاشون ایه و به این سمت دارن پیش میرن. حالا اگر شما از همچی حکومتی خیلی خوشبینی که مثلا یه روزی کنسرتی در استادیوم آزادی بیاد برگزار بکنه، یا بیاد مثلا کنسرت رو دیگه لغو نکنی، به نظرم خیلی خیال واهیه و خیلی خیلی بعد آدم ساده لوح باشه، چون حکومت ایران پیامش مشخصه و آرزو و آمالش اینه که شما بازی سیاسی چرا؟ به این بازی سیاست شاید اقتضا بکنه که در پاره ای از مواقع در همون استادیوم آزادی هم که شما میگید کنسرت موسیقی برگزار بشه. نه نه، اونا نه لذت، نه لذت نهادشون نشون دادن در توی چند سی و چند سال. او چیزی که لذت بخش است برای حکومت ایران مثل طالبانه، مثل داعشه. چطوری آدم‌ها رو بذاریم کنار، مثلا خلخالی سمبل چیزه، چطوری آدم‌ها رو بذاریم گوشه دیوار تا 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 بزنیم بندازیمشون پدر صاحبشون رو در بیاریم. میدونی این لذت بخش ترین آرزوی جمهوری اسلامیه. بقیه مسائل هم اینا چیزه، بازیاست که در میاد. جمهوری اسلامی واقعیت خودش رو در این شرایط میتونست این جمع هنرمندانی که برها در داخل ایران هستند این شرایط رو نتونن تحمل بکنن و بیان خارج از کشور مثل شما، اما به هر حال کسانی هستند در داخل و دارن فعالیت میکنن و دارن با این محدودیت ها میجنگن. ما از زبان اونها هم بتونیم صحبت بکنیم. ما نجنگیدیم. مگه ما چیکار کردیم؟ مگه ما مثلا، مگه فکر میکنی که مثلا ما از کره مریخ اومدم اینجا؟ خب ما هم کار فعالیت موسیقی میکردم، گشنگی خوردم، هزار بدبختی کشیدم. فکر کردی که مثلا توی ایران مثلا وضعیت مثلا ما، اگر که موقعی که من رو صحنه آوردن داخل تالار روده که برم پایین، مگه انجمن موسیقی یا همین آقای نوربخش یا ایکس و ایگرگ اومد از ما حمایت که ایشون الان میاد از مثلا خانم آقای سالار عقیلی میاد حمایت میکنه؟ یه گروه خاصی داخل تهران باشی، توی این جمع بچه موزیسین سنتی و فلان، اینا نون به هم دیگه قرض میدن، بذار راحتت بکنم. اینا اگر که این اتفاق سالهای سال داره داخل بخشای مناطق مختلف ایران میفته، داخل تبریز یکی از موزیسیان، حالا اسم نمیبرم که براش هزار تا مشکل پیدا بشه، این 4 سال زندان بود به خاطر اینکه روز مردن خمینی داخل کو بدبخت سازشو با ساز بوده، نه سازم میزده. کی شنید صدای اینا از توی تبریز؟ میدونید یه گروه معدودی هستن. اگر برای اینا مشکل پیش بیاد که اینا هم از هم رفیق دو زن هم شریک قافله، هم با حکومت میخورن، اگر دخلشون کم بشه داد و هوار برمیدارن، رسانه های مثل شما هم کمکشون میکنه. خب وایس آف امریکا آدم دارن، توی بی بی سی آدم دارن، تو نمیدونم تلویزیون منوتو آدم دارن، شما هم کمک میکنید. ولی چون خب یک محدوده چیزیه و این خوشبینی و فلان اینا، بله خوشبینن. اگر خوشبینی اینه که دخل یه تعداد خواننده سنتی و چند تا موزیسین دخلشون پر بشه، بله دخل اینا پر میشه و این تضمین هست. اگر خوشبینی و پیشرفت موسیقی ایران این هست، بله این رو ما میتونیم اسمش بذاریم خوشبینی و بسیار خوبه. بنده هم اینجا اینطوری نبوده که بیام اینجا، من نه فعالیت سیاسی کردم نه در حزب سیاسی اصلا چیزی، با همین کار موسیقی هزار تا مشکل برام پیش آوردن. من چیکار کردم؟ داخل ایران هم که بودیم مشکل برامون، هزار با هزار یک مشکل جنگیدیم با موسیقی که ما رو تمسخر میکردن، که یکی موسیقی نمیدونم هزار تش به دلیل عدم آگاهیشون نسبت به موسیقی به طور کلی.
اینجا هم که هستیم همین. خب این شرایط فرهنگی اشاره کردین، این شرایط فرهنگی رو جالبه که توضیح بدید که اساسا آیا در این شهرهای کوچک یک مشکل فرهنگی به این ترتیب وجود داشت یا نه اساسا در شهرهای بزرگ این موضوع وجود داره. نه، اونایی که داخل شهر موسیقی مناطق ایران کار میکنن اونا اصلا از بعد از انقلاب، یعنی حتی از قبل از انقلاب این سری مشکلاتی داشت، از بعد از انقلاب اینا مشکلاتشون چندین برابر شد، چندین و چند برابر شد. نگاه کنید بعد از انقلاب شما تاریخ مسئله موسیقی رو نگاه کنید، تا 10-15 سال موسیقی، آثار انتشار شده، مجوزدار موسیقی و آثاری که راحت میتونست داخل بازار بیاد و رادیو و تلویزیون و حکومت ایران در اختیارش، همین موسیقی سنتی بود، همین خواننده‌ای که بله. الان بعضی وقتا مینالن، بعضی وقتا مخالفشن، بعضی وقتا موافقشن. به رادیو تلویزیون اشاره کردید اتفاقا، چه رادیو تلویزیون و چه مجوز بله. یعنی ما یه نوار کاست، اون موقع نوار کاست بود بله. یه نوار کاست می‌خواستم بزنم، پدر صاحبم تو ایران در اومد، اینقدر از بوشهر بعد میومدم میرفتم اونجا، ای از این دفتر. اون موقع یه کسی بود آقای مرادخانی، رئیس مرکز موسیقی بود، آقای معاونش بود توی طبقه پنجم تالار وحدت، بعد ما از آسانسور میترسم، سوار آسانسور میترسم بشم، اینقدر ما از این پله‌ی تالار وحدت بالا پایین رفتم که اصلا یکی از بهترین تمرین بود، چون من دونده‌ام بودم. بعد از با اتوبوس از بوشهر بیام تهران، برام نمیدونم این طرف اون طرف، بس اینقدر طول کشید بری یه نواری که اصلا چیز نبود. همون موقع آقای شجریان تا چندین و چند سال اصلا لیست داشتن اینا، یه سری افرادی که اصلا اینا احتیاج به مجوز موسیقی نداشتن. آقای شجریان هیچگاه در اینا تا یه مدت زیادی بعد از انقلاب، از اول تا بعد، هیچ احتیاجی به مجوز نداشت. خب کار خوبی هم کردن، کار خوبی هم کردن، حقشن. ما میمه چند تا مثل شجریان داریم، آقای شجریان یعنی به نظر ما هر کسی، هر حکومت، بازم خدا را شکر کم شده، آقای شهرام ناظری هم بودن، آقای چیز بعد یه یک دوره اصلا بازار مطلق به سینا صحبت پایینی. آقای لطفی، آقای مشکل مجوز داشتیم، مرتب شعرها تحت سانسور بودن خیلی از. نه خانم شجریان، آقای شجریان سانسور یه چیز، آقای شجریان صداشون جز به صداهایی بود که در زمان حسن، شما میتونید تماس بگیرید، اون موقع مرادخانی مرکز، رئیس مرکز موسیقی بود، این هم در دوره مرادخانی تأسیس شد، اسمشون هم در او طبقه مال معاون مرادخانی یادم نمیاد، اسم لیست افرادی که بود، یکی لوریس چکرماریان بود، شهرام ناظری بود، آقای استاد شجریان بودن، تمام اینا افرادی بودن که احتیاج به مجوز نداشتن. و سالهای سال آقای شجریان تنها کسی بود که داخل بازار موسیقی ایران، ما میرفتم اونجا داخل، مثلا اونجا مرکز موسیقی توی لاله‌زار بود، تنها کسی بود که این سرت و لیبل نوار نمیداد، نوار پر رو میداد و نوار پر بعد یک اجازه قانونی بعد میداشت که از چیز بگه، حقش بوده، اجازه بده ما بسیار خوشحال ولی خانم شجریان داشته باشیم. بفرمایید. تا جایی که من به یاد دارم، چون من از اول در شرکت دلاواز خب کارهای طراحی رو انجام میدادم، مرتب ما مشکل مجوز رو داشتیم و کارها برای مجوز میرفت و خیلی هاشون مثلا موافقت نمیشد و اصلا کل کار حذف میشد، چون بدن هیچ وقت اجازه نمیدادم به خاطر مثلا حالا یک بیت شعر مثلا کل کار خراب بشه. رو همه از ما این مشکل رو داشتیم، نه که ایشون هم مجوز نخواهن، ایشون هم مجوز میگرفتن برای فعالیت‌هاشون، ولی خب برای کنسرت‌هاشون ایشون در حقیقت موقعی که شعر رو شروع می‌کردن، خب برای اونا خیلی سنگین بود که یه موقع شعری نباشه که چه می‌دونم برای اینها دوچار وحشت بشه، ولی همیشه بله می‌شنویم صحبت شما رو، بفهمید. بله روحمی از همیشه سعی می‌کردن تا جایی که میشه کنسرت‌ها رو اجازه ندن، یکی از کنسرت‌ها رو اجازه ندن موقع اجرا، من یادم سال قبل از اینکه حقیقت پیش بشه. ممنونم. به پایان افق امشب رسیدیم، با سپاس از خانم شجریان و آقای سعید شنبه‌زاده، ممنونم که با افق امشب بودیم. شبتان خوش. این صدای آمریکاست. اینجا صدای آمریکا.